دیگه هممون میدونیم که روز ولنتاین چه روزیه، اما چی شد که یه روز رو به عنوان روز عشق تعیین کردن و توی چه سالی همچین روزی رو نامگذاری کردن؟ اینجا 1001 دانستنیه و قراره هر روز کلی اطلاعات جدید بهت اضافه بشه. روز ولنتاین که بهش روز ولنتاین قدیس میگن، هر ساله در 14 فوریه جشن گرفته میشه. این گرامی داشت به عنوان یک روز جشن مسیحی برای بزرگداشت یک شهید مسیحی به نام ولنتاین قدیس آغاز گردید و از طریق سنت‌های مردمی پس از آن به یک جشن فرهنگی مذهبی و تجاری مهم عاشقانه در بسیاری از مناطق جهان تبدیل شد. داستان‌های مختلفی در مورد اینکه چرا 14 فوریه روز ولنتاین انتخاب شده وجود داره. در کشورهای اسکاندیناوی در اواسط فوریه است که پرندگان جفت‌گیری می‌کنند و همین دلیل که این دوره از زمان‌های قدیم به عنوان نماد عشق و تولید مصر یاد میشه. قبل از اینکه ادامه بدم، برای اینکه از من حمایت بکنی ویدیو رو لایک کن و چنل رو هم سابسکرایب. تعدادی داستان و روایت گوناگون از شهادت ولنتاین در 14 فوریه وجود داره، از جمله داستانی از زندانی شدن سنت ولنتاین روم به دلیل خدمت به مسیحیان تحت آزار و اذیت امپراتوری روم در سده سوم میلادی نقش شده. داستان‌های پرشمار افسوده شده بعدی به این افسانه اینه که ولنتاین رو بیشتر با موضوع عشق مرتبط می‌کنه. داستان‌های مربوط به سده 18 میلادی این قصه رو پر از آب و تاب کرده که بازگو کننده این داست که سنت ولنتاین نامه ای رو برای دختر زندانبان خود با امضای ولنتاین تو به عنوان ودای قبل از اعدامش نوشته. جشن قدیس ولنتاین توسط پاپ جلازیوس یکم در سال 496 میلادی ابدا شد. جلازیوس یکم این جشن رو در 14 فوریه به افتخار سنت ولنتاین روم که در سال 269 میلادی کشته شده بود برگزار کرد. این روز در قرون 14-15 با عشق رمانتیک همراه شد، زمانی که مفاهیم عشق شهسوارانه شکوفا شد، عشقی که ظاهراً با مرغ عشق که با اوایل بهار در ارتباط بود. در جشن ولنتاین در بریتانیای سده 18 زوج‌ها با اهدای گل و شیرینی و ارسال کارت‌های تبریک ولنتاین عشق خودشون رو به یکدیگه ابراز می‌کردن. نمادهای روز ولنتاین که امروز مورد استفاده قرار می‌گیره شامل اشکال مختلف قلب و کبوتر و شکل کوپیدو بالاره. از سده 19 دست نوشته‌های ولنتاین کاربرد بیشتری نسبت به کارت‌های ولنتاین پیدا کرد. در ایتالیا کلیدهای سنت ولنتاین به عنوان نمادی عاشقانه و دعوتی برای باز کردن قفل قلب و اهدا کننده عشق هدیه داده میشه. روز ولنتاین در هیچ کشوری تعطیل رسمی نیست، اگرچه در انجمن آنگلیکان و کلیسای لوتری این روز یک جشن رسمیه. بسیاری از بخش‌های کلیسای ارتدوکس شرقی نیز روز ولنتاین رو در 6 ژوئیه به افتخار قدیس ولنتاین کشیش رومی و در 30 ژوئیه به افتخار شهید ولنتاین جشن می‌گیرند. ولنتاین قدیس حدود سال 270 میلادی به قتل رسیده، در حالی که برخی بر این نظر هستند که روز ولنتاین سالگرد مرگ یا به خاک سپاری ولنتاینه. گروهی دیگه معتقدن که کلیسای کاتولیک به منظور مسیحی سازی یک سنت باستانی و مشرکانه لوپرکالیا که در روم مرسوم بوده این تاریخ رو برگزیدن. تا اواخر سده 5 میلادی در امپراتوری روم دست لوپرکالیا به مناسبت باروری برگزار می شد. در سال 498 میلادی پاپ جلازیوس یکم برگزاری جشن لوپرکالیا رو ممنوع کرد و روز 14 فوریه رو به عنوان روز ولنتاین اعلام کرد. در سده های میانه اروپا به خصوص در انگلستان و فرانسه ولنتاین یکی از محبوب‌ترین قدیسان بوده. به خصوص همزمانی شروع جفت‌گیری پرندگان با روز ولنتاین این باور رو که روز عشق به واقع روز عاشقانه رو تشدید کرد. قدیمی‌ترین یادبود ولنتاین که امروز در دست می باشد مربوط به چارلز دوک اوراله
جوی که در پی شکست در نبرد آزینکورت در برج لندن زندانی بود، نامه‌ای را در سال 1415 برای معشوقش نوشت که اکنون در مجموعه دست‌نویس‌های کتابخانه بریتانیایی نگهداری میشه. در ایران باستان دو جشن از جهاتی با ولنتاین مشابهت داشته. یک جشن مهرگان که در دهم مهر ماه برگزار میشه و در آن مردم به یکدیگر هدیه میدادن و دیگر جشن اسفندگان بوده که 29 بهمن فعلی برگزار میشده و مردم به همسران خود هدیه داده و از آنها تجلیل کرده و بر تخت مینشاندن. امروزه نیز جوانای ایرانی مشابه کشورهای اروپایی و آمریکایی روز ولنتاین رو جشن میگیرن. ممنونم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. حتما ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو هم کامنت کنید.